افزایش قوای نظامی ایالات متحده در آبهای جنوب ایران. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش را به منطقه تحت پوشش سنتکام صادر کرد. در واکنش به تهدیدهای ایران علیه خطوط کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و اطراف آن، سنتکام در بیانیه اعلام کرد اعزام این نیروها و تجهیزات نظامی انعطاف پذیری و قابلیت بیشتری را برای نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه فراهم خواهد کرد. آمریکا میگوید در 2 سال گذشته ایران به نزدیک به 20 کشتی تجاری با پرچم‌های کشورهای مختلف در منطقه عملیاتی سنتکام حمله کرده، آنها را توقیف کرده یا سعی کرده توقیفشان کند. در تازه ترین مورد اوایل ماه میلادی جاری، ایالات متحده اعلام کرد تلاش ایران برای توقیف 2 نفتکش تجاری در خلیج عمان با مداخله نیروی دریایی آمریکا ناکام ماند. اساساً دزدی دریایی در دریاهای آزاد و شلیک به کشتی‌های غیر نظامی و غیر مسلح پیام بسیار مؤثری نیست. اینکه چرا ایرانی‌ها این کار رو می‌کنن برای ما اصلاً روشن نیست. فکر می‌کنم بهتر این سوال رو به اونها بسپاریم، اما این موضوع بیشترین میزان توجه وزارت دفاع رو به خودش جلب کرده. حالا آمریکا می‌خواهد از امنیت دریانوردی در منطقه اطمینان حاصل کند. مقامات نظامی آمریکا به رسانه‌ها گفتند نیروهایی که اجازه استقرارشان در منطقه تحت مسئولیت سنتکام صادر شده، به طور دقیق گروه آمادگی آبی خاکی یو اس اس باتان و یگان اعزامی 26 نیروی دریایی هستند. گروه آمادگی متشکل از 3 کشتی از جمله 1 ناو تهاجمی آبی خاکی و یگان اعزامی متشکل از حدود 2500 تفنگدار نیروی دریایی است. پنتاگون همچنین دوشنبه پیش اعلام کرده بود ناوشکن یو اس اس توماس هادنر و تعدادی جنگنده F-35 به سوی منطقه حرکت خواهند کرد. در این حال مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته از استقرار جنگنده های F-16 در اطراف تنگه هرمز خبر دادند. از سوی دیگر نزدیک به 2 هفته است که هواپیماهای تهاجمی ایده در پاسخ به فعالیت های ایران در آنجا حضور دارند. هواپیماهایی که برای حمله به اهداف زمینی طراحی شدند و آمریکا از آنها در جنگ خلیج فارس، بالکان، افغانستان و البته عراق استفاده کرده. هومن میرقاسمی، لندن.